اولین تمرین فکر کنید صفحه 47 کتاب درسیه که من تاکید میکنم با اینکه شکل تمرین کتاب درسی رو اینجا براتون نوشتم، تاکید میکنم وقتی دارین این فیلم رو میبینین حتما کتاب درسی رو جلوتون بذارین، چون ما در اسلاید بعدی دیگه این عکس رو نداریم و ممکنه بعضی از عددهایی که من میگم اونجا چون نمیبینین متوجه نشین. اگر کتاب درسی جلوتون باز باشه با اشارهایی که من میکنم تطبیق بدین با کتاب و این تمرین رو خیلی خوب بفهمین. راستش رو بخواین دو تا تمرین از در کتاب درسی از اثر غلظت، اثر فشار و اثر دما این اولیشه. مطمئن باشین که از اینها در کنکور حتما از مفاهیم این تمرین ها سوال خواهید داشت. صورت سوال به این صورته: یک کپسول 10 لیتری داریم، بحث اینه که در تعادل قرار داریم. این نیست که بریم تا به تعادل برسیم، این تعادل شماره یک ماست، یعنی هر سه ماده در این ظرف وجود دارن به حال تعادل و یه سری مقدار داریم براشون. مقدار یعنی مول. اومدیم چه تغییر اعمال کردیم؟ یک مول گاز SO3 وارد این ظرف کردیم، تغییراتی ایجاد شده، رفته و برگشته تعادل، به تعادل جدید رسیده، به غلظت‌های جدید رسیده. خواهش می‌کنم اگه می‌خواید این تمرین رو یاد بگیرین، حتی با اینکه کتاب درسی جلوتون باز هست، ظرف دوم و عدداشو نبینین. ظرف اول اگه ببینین اشکال نداره، من ظرف اول رو تو اسلاید بعدی می‌نویسم مقادیر رو، بعد از شما سوال می‌کنم تا به غلظت‌ها و مقادیر تعادل دوم پی ببریم، ببینیم آیا درست می‌تونیم اینا رو حدس بزنیم یا ممکنه اشتباه بکنیم. یادمونم باشه یک مول SO3 به این ظرف اضافه کردیم. این جدول رو ببینید. تمرین الف میگه جدول رو کامل کنید. غلظت سه تا ماده تعادلی، مقدار این سه تا ماده رو در تعادل اول که شکل سمت چپ بود به ما داده بود، منم براتون نوشتم با رنگ آبی. 68 صدم مول SO3 داریم، 16 صدم مول O2 و 32 صدم مول SO2 داریم. البته اگه یادتون باشه ظرفمون 10 لیتری بود، اگر اینا رو تقسیم بر 10 لیتر کنم غلظت های مواد به دست میاد. ببینید من با رنگ دارم اینو آموزش میدم، غلظت رو مشکی نوشتم، غلظت رو هم مشکی نوشتم، چون تو تستای قبلی که براتون زدم متوجه شدید مقدار با غلظت ممکنه بحثش فرق کنه. البته اینجا که همه گاز هستن، جامد و مایع نداریم. پس 68 صدم مول توی ظرف 10 لیتری 68 هزار مولار SO3 داریم. همین کار رو انجام بدیم میفهمیم 16 هزارم مولار O2 و 32 هزارم مولار SO2 داریم. بیایم برسیم به اون ماده‌ای که تغییر رو اعمال کردیم روش. کتاب درسی رو اگه نگاه کنید میبینین یک مول تو اسلاید قبلی هم من نشون دادم SO3 به ظرف اضافه کردیم. در تعادل اول چقدر SO3 داریم؟ بیایم غلظتشون رو بنویسیم نه مولشون رو. SO3 تعادل اول 68 هزارم مولار بود، بغلش نوشتم داشتیم این رو. یک مول تو ظرف 10 لیتری SO3 اضافه کردم، پس در واقع 1/10 مولار اضافه کردم. خب اگه این دوتا رو با هم جمع کنیم، شما توقع دارین در حالت تعادل دوم غلظت SO3 چقدر باشه؟ اینا رو با هم جمع کنیم، من توقع دارم 168 هزارم مولار SO3 در تعادل دوم داشته باشم. حالا بریم ببینیم چقدر این عدد رو به ما داده. در ظرف دوم الان اجازه دارین نگاه کنین، 1.47 مول از این ماده داریم. تو چه ظرفی؟ همون ظرف 10 لیتری. غلظتش میشه چقدر؟ 147 هزارم. پس اون چیزی که من توقع داشتم برآورده نشد، شد واقعا 147 هزارم. از آنچه من انتظار داشتم کمتر دارم. چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم که وقتی SO3 رو زیاد کردم همه اون زیادی جمع نشد رو خود SO3، پس قطعا یه مقداریش به SO2 و O2 تبدیل شده. ببینید این تمرین با قسمت الف در ادامه میرین با قسمت ب و قسمت های دیگه میخواد ثابت کنه وقتی غلظت یک ماده گاز یا محلول در تعادل زیاد میشه، تعادل از اون ماده دور میشه. میبینین SO3 مقدارش از اون چیزی که انتظار داشتیم کمتره، پس تعادل ازش دور شده، یه مقدار به O2 و SO2 افزوده شده. حالا جالبتر زمانیه که مقادیر SO2 رو در تعادل جدید ببینین. مقادیر رو به من داده، تقسیم بر ظرف 10 لیتری کردم، 27000 53000 مولار غلظت این دوتا ماده به دست اومد. با غلظت های اولی مقایسه کنین، O2 16000 مولار داشتیم، شد 27000 مولار، بیشتر شد.
SOS 32 هزارم داشتیم شد 53 هزارم. دقت کردین ما فقط SOS ریختیم توی ظرف، در حالی که بعد از رسیدن به تعادل جدید همه موادی که در تعادل بودن زیاد شدن. بازم این نکته مهم رو تکرار کنم، وقتی غلظت یه ماده زیاد میشه، کاری ندارم در لحظه تغییر کدوم وری میرم و میام، اجازه بدیم به تعادل بعدی برسیم، در تعادل جدید همه زیاد میشن و برعکس. انقدر این نکته مهم بوده و پرتست هست که این رو به حالت یک نکته براتون نوشتم. دقت کنین، اگر غلظت هر یک از مواد شرکت کننده در تعادل، اسمشو گذاشتم X، مهم نیست این X واکنش دهنده است یا فراورده، اگر غلظت این ماده افزایش یابد، بعد از رسیدن به تعادل جدید غلظت همه گونه ها افزایش میابد و افزایش غلظت X یعنی همون ماده از حد انتظار کمتره. چرا؟ چون من میخواستم خیلی زیادش کنم، یه مقدار به بقیه هم تبدیل شد، اونا هم زیاد شدن، خودش از اون چیزی که ما فکر میکردیم کمتر افزایش یافت. بازم تاکید میکنم تعادل در برابر تغییر ناگهانی مقاومت میکنه. حالا اگه این تغییر ناگهانی افزایش غلظت نمیذاره انقدر که من دستم اومد بالا افزایش پیدا کنه، کم افزایش میابه. اگه قراره که تغییرات با کاهش همراه باشه، نمیذاره خیلی کاهش پیدا کنه، یه ذره کاهش میابه. کلن افزایش یا کاهش اون ماده از حد انتظار کمتره. حالت برعکس رو ببینین، اگر غلظت هر یک از مواد شرکت کننده در تعادل، چه واکنش دهنده چه فراورده، اسمش رو گذاشتم X، کاهش یابد، بعد از رسیدن به تعادل جدید غلظت همه گونه ها کاهش میابد و کاهش غلظت اون ماده مورد نظر از حد انتظار کمتر است. حالا با این دقتایی که کردیم برگردیم دوباره روی ترمین کتاب درسی و این دفعه قسمت بش، که من مطمئنم دیگه بقیه رو بردین چون من تمام نکات رو بهتون گفتم. تعادلمون به قصهش چی بود؟ این بود که ما SOS رو زیاد کردیم، در لحظه اعمال تغییر SOS زیاد شد. میگه غلظت کدام گونه یا گونه ها افزایش یافته؟ مطمئنن منظورش از این هایی که توی پرانتز گذاشته لحظه اعمال تغییر نیست، چون در لحظه اعمال تغییر SOS که زیاد میشه ما ازش دور میشیم، پس O2 زیاد میشه، SO2 هم زیاد میشه. در تعادل جدید مگه یه نفر رو زیاد نکردیم؟ در تعادل جدید غلظت همه مواد افزایش میابه. میبینین نکته به این مهمی که حدودا 15 دقیقه است من دارم راجبش صحبت میکنم، کتاب بدون این که توضیحی داده باشه، نکته‌ای گفته باشه، در یک تمرین حل نشده عنوانش کرده. بسیار خوب، قسمت بعدی میگه افزایش غلظت کدام یک از گونه ها از آنچه انتظار میره کم تر است. همون ماده که زیاد کردیم و اون ماده که بود SOS، دلیلش چیه؟ چون به بقیه هم تبدیل شد. از این موضوع چه نتیجه میگیری؟ که ما نتیجهش رو بسیار کامل توضیح دادیم. قسمت بعدی رو ببینیم. بر اثر افزایش شدن SOS که الان توضیح دادم SOS زیاد شد، ازش دور شدیم، تعادل به چه سمتی جابجا شده؟ این که دیگه مشخصه، به سمت برگشت. این جابجایی چه تأثیری بر ثابت تعادل میذاره؟ خیلی از بچه‌ها با این نکته گول خوردن، تأثیر تغییر عوامل بر ثابت تعادل. من دو تا نکته میگم. در بحث‌های قبلی خدمتتون گفتم، در درس‌های قبلی که به کا و کیو رب داشت گفتم کا فقط تابع دما است، ولی دلیل اینو هنوز براتون توضیح ندادم. آیا اینجا دما تغییر کرده؟ خیر، چون دما تغییر نکرده پس کا ثابت و تغییر نمی‌کنه. بچه‌ها گفتم گول می‌خورن، میگن SOS زیاد شده، محصول صورت کسر کاست، پس کا هم زیاد شده. خیر، کا زیاد نمیشه، دلیل تشریحی، چون کا فقط تابع دماست و اینجا هم اثری از تغییر دما نداریم. ولی دلیل علمی چیه؟ رابطه کا رو می‌نویسم تا دلیل علمی رو ببینیم. غلظت فراورده به توان ضریبش تقسیم بر غلظت واکنش دهنده ها ضرب در هم به توان ضرایبشون. مگه کا در تعادل معنی نداره؟ در لحظه ای که شما اینو زیاد کردین، در لحظه که کا معنی نداره، اجازه بدین بره برگرده به تعادل جدید برسه. مگه ما الان ثابت نکردیم با افزایش غلظت یک ماده غلظت همه ی گونه های گازی افزایش پیدا میکنه، پس همه با هم زیاد شدن؟ و من دیگه وارد بحث عددی نشم، میدونین که تو مسائل تعادل توضیح دادیم که
قل افزایش یا کاهش یا این تغییرات به نسبت ضرایب قطعا خواهد بود. پس همه به نسبت ضرایب که همون توانها زیاد شدن. حالا ممکنه کاه اول 8 تقسیم بر 4 بوده باشه، میشه 2. حالا همه زیاد شدن به یه نسبت مشخص به نسبت ضرایب، حالا میشه 16/8، دوباره میشه 2. پس کاه اینجا ثابت میمونه. قسمت بعدی تمرین رو ببینین. 3 نقطه میگه سرعت واکنش های رفت و برگشت ضمن افزوده شدن SO3 چه تغییری میکنه؟ بعد از برقراری تعادل جدید سرعت ها چه تغییری میکنه؟ حتما بعد از این تمرین، بعد از این فیلم، ببین درس اول تعادل ببینین، اونجایی که من سرعت سنج بهتون نشون میدادم این دقیقاً همون مفهومو داره، منتها دیگه بدون کشیدن سرعت سنج ها. SO3 رو زیاد کردیم، ناگهان تعادل به سمت برگشت میره تا اضافی SO3 رو مصرف کنه. مشخص شد به همون سرعت سنج ها ربط داره یا نه؟ پس در لحظه اعمال این تغییر سرعت برگشت زیاد میشه، رفته رفته سرعت برگشت کم میشه چون غلظت SO3 کم میشه. در همین زمان غلظت SO2 و O2 افزایش پیدا میکنه. پس حالا واکنش رفت سرعت بیشتری میگیره، تا اینکه اگر به تعادل جدید برسه، در تعادل جدید دوباره سرعت های رفت و برگشت چی میشه؟ با هم برابر میشه. منتها اینجا با افزایش غلظت همراهیم یا کاهش؟ یه ماده رو زیاد کردیم، قطعاً در تعادل جدید همه مواد زیاد میشن. پس در تعادل جدید سرعت ها نسبت به سرعت های تعادل اول بیشتره. چرا؟ چند تا اسلاید قبلی براتون توضیح دادم تغییرات غلظت با تغییرات سرعت رابطه مستقیم داره. قسمت آخر تمرین، بر اثر افزوده شدن SO3 خارج قسمت Q چه تغییری خواهد کرد؟ با توجه به این تغییر جهت جابجایی تعادل رو مشخص کنین. این قسمت تمرین میخواد با استفاده از Q ثابت کنه که وقتی یک ماده زیاد میشه تعادل ازش دور میشه. یادمون باشه کیو در لحظه اعمال تغییره، نه بعد از رسیدن به تعادل جدید. رابطه کیو همون رابطه کاه است. در لحظه ای که SO3 رو زیاد کردیم صورت کسر زیاد شد، پس کیو افزایش پیدا میکنه، یعنی کیو بیشتر از کا میشه. حالا برگردیم به نکات درس کا و کیو. وقتی کیو بیشتر از کا هست باید به سمت برگشت بریم تا کیو دوباره انعطاف از خودش نشون بده، کم بشه با کا برابر بشه. پس با استفاده از کیو هم ثابت شد که باید به سمت برگشت حرکت کنیم. قسمت های الف تا جیم این تمرین رو اگه دوباره از نظر بگذرونین میبینین که در قسمت الف با استفاده از عدد، در قسمت دوم با استفاده از بحث مفاهیم، در قسمت سوم تمرین با استفاده از کا و در قسمت آخر با استفاده از کیو ثابت کردیم یه ماده وقتی زیاد میشه تعادل ازش دور میشه. پس ما به سمت برگشت بریم. یک بار دیگه این جدول رو نگاه کنین. یه نکته‌ای هست که خیلی باید دقت کنین. در تعادل اول ما یه سری غلظت داشتیم، در تعادل دوم هم یک سری دیگه غلظت. اینا رو رابطه کار رو درشون اعمال کنین، یه چیزی به اسم K1 به دست میاد. اینا رو اگه قرار بدین تو رابطه K2 به دست میاد. ببینین K1 و K2 در تعادل 1 و 2 معنی پیدا میکنن و با هم ثابت کردیم برابرن. اما کیو در لحظه اعمال تغییر بین تعادل اول و دومه، پس اینکه تغییر داره تأثیری روی کادو نمیذاره، چون انقدر میره و میاد. حالا غلظت ها ثابت شدن، حالا حق داری کادو رو حساب کنیم. بریم سراغ تست. در ظرف مسدودی واکنش زیر در حال تعادل است. خارج کردن مقداری SO2 از محیط عمل چه تغییری در غلظت مولی مواد ایجاد میکنه؟ این تست و شبیه اون بسیار در کنکور تکرار شده. در واقع اثر غلظت بر تعادل بیشتر با این نکته عجینه. یه ایهامی در صورت سوال دو پهلو عنوان شده، درست عنوان نکرده در چه زمانی تغییرات غلظت رو میخواد و این دانش آموز رو به شک میندازه. ابتدای سوال میگه مقداری SO2 از محیط عمل خارج میشه. خب اگر SO2 کم بشه تعادل به کدوم سمت میره؟ به سمتش میره تا کمبودش جبران بشه، یعنی به سمت برگشت میره.
حالا شما میتونین لحظه اعمال تغییر رو بررسی کنین و اثرش رو روی غلظت ببینین، میتونین صبر کنین بعد از رسیدن به تعادل جدید بررسی کنین. در لحظه تغییر که مشخصه وقتی به سمت برگشت میریم از محصول داریم دور میشیم، پس SO3 کم میشه، به سمت O2 میرم پس مقدار O2 زیاد میشه. معمولا راجع به خود اون ماده که تغییرش داده در لحظه تغییر سوال نمیپرسه، چون یه ذره بی‌معنی میشه. من الان میگم SO2 رو کم کردم، از طرف میگم به سمتش میرم زیاد شده، بالاخره کم شده یا زیاد شده، زیاد به این ماده دست نمیزنه. در هنگام تعادل جدید نگاه کنین، وقتی یک ماده کم میشه، امروز من همش همین رو داشتم به شما میگفتم، بعد از رسیدن به تعادل جدید چی میشه؟ غلظت همه مواد کم میشه، پس بعد از تعادل جدید همه غلظت ها کم شد. حالا اون قسمتی که گفتم دو پهلو حرف میزنه مشخص نکرده، آیا منظور صورت سال لحظه تغییره یا بعد از رسیدن به تعادل جدیده؟ تجربه بنده میگه معمولا در این گونه تستا لحظه اعمال تغییر رو باید بررسی کنیم، منظور طراح معمولا اونجاست، مگر اینکه ذکر کرده باشه بعد از رسیدن به تعادل جدید. به نظر من در این مبحث همیشه اول لحظه تغییر رو بررسی کنین، 4 تا گزینه‌تون رو بررسی کنین. اگر با توجه به این علامتایی که الان من کشیدم مثلا میگم ما گزینه 2 درست بود، فوری نزنین برین سراغ تست بعدا، حتما تا گزینه 4 رو بررسی کنین، چون یهو میبینین 2 تا گزینه درست داشتین. اگر 2 تا گزینه درست داشتین یا بیشتر، نگید که منظور اونی بوده که بهتره کاملتره، نه، حتما منظور طراح بعد از رسیدن به تعادل جدید بوده. پس اطلاعاتتون رو بذارین کنار، حالا با اطلاعات تعادل جدید 4 تا گزینه رو بررسی کنید که قطعا اون موقع یه دونه گزینه درست خواهید داشت. پس اولویت با کیه؟ با لحظه تغییر. بیایم حالا این کار رو انجام بدیم. میگه غلظت O2 تغییر نمی‌کنه، این که کاملا غلطه، پس این گزینه رفت، به این دلیل که غلظت O2 حتی تو تعادل جدید هم تغییر کرده. راجب SO2 در لحظه تغییر گفتم مثلا اظهار نظر نکنیم بهتره. میریم سراغ گزینه 2. آیا SO3 زیاد میشه؟ بازم شانس آوردم، لحظه تغییر ملاک منه که هایلایتش کردم که کم میشه نه زیاد. اما حتی با تعادل جدیدم بررسی کنیم ماده کم میشه نه زیاد، پس غلطه. SO2 کم میشه که بهتون گفتم بازم این رو بررسی نکنین، البته به سمتش میریم کم میشه کلا، حتی طبق تعادل جدیدم غلطه. گزینه 3، SO3 و O2 افزایش میابن طبق تعادل جدید که غلطه، این تست خوبی بود، ما را همش هدایت میکنه به سمت لحظه تغییر. در لحظه تغییر هم که میبینین این دوتا با هم نمیتونن زیاد بشن، چرا؟ چون از یکی دور میشیم کم میشه، اون دیگری زیاد میشه، پس SO3 افزایشش غلط بود. گزینه 4 میشه جواب، چون 3 تا گزینه دیگه غلط داشت. حالا بررسی کنیم، SO3 کم میشه، بله در لحظه اعمال تغییر کم میشه. O2 زیاد میشه، بله در لحظه اعمال تغییر زیاد میشه. در حالی که اگر شما طبق تعادل جدید این گزینه رو بررسی میکردین، باید میگفتین غلطه، چون O2 افزایش نمیابه. همین تست خوبی بود که ثابت بشه به شما معمولا منظور طراح لحظه اعمال تغییر هست.